رفتن اسکندر به هندوستان. ساقی نامه. بیا ساقیان زر بگداخته که گو گرد سرخ است از او ساخته به من ده که تازو دوایی کنم مس خویش را کیمیایی کنم. فرس خوشترک ران که صحرا خوش است عنان در مکش بارگی دلکش است. به نیکوترین نام از این جای زشت باید شدن سوی باغ بهشت. نباید نهادن بر این خاک دل که از او گنج قارون فرو شد به گل. ره رستگاری در افگندگی است که خورشید جمع از پراگندگی است. همی تا بود راه پر نیشتر در او سود بازارگان بیشتر. چو ایمن شود ره ز خونخوارگان در او کم بود سود بازارگان. در آن گنج خانه که زر یافتند ره از اژدها پرخطر یافتند. همان چربگو مرد شیرین گذار چنین چربی انگیخت از مغز کار که چون شه به قزنین در آمد ز بلخ. اینجا معلوم میشه که تلفظش هم همین قزنین درسته به اقتضای بحث. که چون شه به قزنین در آمد ز بلخ به یک سو شد از آب دریای تلخ. ز بس سر که بر آستان آمدش تمنای هندوستان آمدش. در این شغل با زیرکان رای زد که دولت مرا بوسه بر پای زد. همه ملک ایران مرا شد تمام به هندوستان داد خواهم لگام. چون من سر سوی کید هندو نهم از او کینه و کید یک سو نهم. گراید به خدمت تو دیگر کسان نباشم بر او جز عنایت رسان. وگر با من او در سفارت ستیز من و گردن کید و شمشیر تیز. ز پهلو به پهلو بگردانمش نشیند به جایی که بنشانمش. چو مرکب سوی راه دور آورم سر تیغ بر فرق فور آورم. چو از فور فوران ربایم کلاه سوی خان خانان گرایم سپاه. بگو سامان. چون دارم میخونم این اسامی عام پادشاهان و این فورم جزء اسامی عام به پادشاه یه جایی همون برام میگفتن ولی یادم نیست. کیدم اسم عامه؟ نه کید که تو شاهنامه داشتیم دیگه. میدونم. آدم بود. آره چون میگه بعد گفتم شاید این فور اشاره به همون کیده مثلا اسم پادشاهی همون کیده. من فکر میکنم کیدم فکر کنم دوتا کید به نظر من اونم اسم عامه. یه رمان از این رمانای تاریخی پاورقی گونه هست خیلی معروفه به نام بسوی روم. نمیدونم شما دیدید ندیدید. بعد این داستان یه فردیه در زمان ساسانیان که میره به سمت هندوستان و یه سری اتفاقاتی میفته و اون با کیدوی هندی میجنگه و فکر میکنم مطلق چیز دیگه معنی حاکم و این هاست. ببین اگه حاکم هم باشه با فور مال دو جاست. اینو مطمئن باهات موافقم احتمالاً مال مناطق چون هند و در واقع یک شبه قاره است دیگه. قسمت های مختلفش تقریبا خیلیشون اصلا با هم دیگه رابطه ای هم نداشتن. درسته. یه چیزی هم ببخشید باز من بگم که به نظرم خیلی جذاب بود این که پهلو رو فردوسی هم در معنای شهر استفاده کرده دیگه. عملاً ز پهلو به پهلو بگردانمش نشیند به جایی که بنشانمش این معنی رو میده دیگه. فراریش میدم شهر به شهر. اون به هندی هم توی شاهنامه زیاد اومده دیگه. درود بر همین. بسوی روم. بچه‌ها از اسامی عام دیگه ای که اسامی چیزا بوده شبیه اینایی که گفتیم یکی دیگه هم افشینه. افشینه پادشاهان یک مثلا حاکمان یک منطقه توی شمال شرقی کنونی بالای ایران. کجا میشه؟ این طرف های نمیدونستم. آره پادشاهان شمال خراسان الان کدوم کشور میشه؟ اون طرف یکم ترکمنستان بالاتر از اون تاجیکستانه اون طرف ها فکر کنم تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان. آره دیگه
اون سمت تاجیک ازبک اون طرفا پادشاهان حاکمانشون رو افشین بود اسمشون. نوشته آره نوشته اسروشنه، پادشاهان اسروشنه در ماوراء النهر برای سمرقند دون سیحون. مرسی. هفته پیشم رتبیل رو داشتیم که واسه من جالب بود، پادشاه کابل بود. و از آنجا شوم سوی چاچ و تراز، زمین را نوردم به یک ترک تاز. دلیران لشکر بزرگان بزم، پذیرا شدندش بدان رای و عزم. به روزی که نیکختری یار بود، نمودار دولت پدیدار بود. سکندر برافراخت سر بر سپهر، روان کرد مرکب تو رخشنده مهر. سکندر برافراخت سر بر سپهر، روان کرد مرکب تو رخشنده مهر. ز قزنین در آمد به هندوستان، ره از موکبش گشت چون بوستان. بران شد که در مغز تاب آورد، سوی کید هندو کید هندو شتاب آورد. به تاراج و ملکش در آید چو میق، دهد ملک او را به تاراج تیق. دگر ره به فرمان فرزانگان، نکردان چه آید دیوانگان. جریده یکی قاصد تیزگام، چیزی نوشته اون پایین جریده که حالا جریده یکی قاصد تیزگام، فرستاد و دادش به هندو پیام. که گر جنگ رایی برون کش سپاه، که اینک رسیدم چو ابر سیاه. وگر بر پرستش میان بسته ای، چنان دان که از تیغ من رسته ای. سر نرگس آنگه در آید ز خواب، که ریزد بر او ابر بارنده آب. گل آنگه عماری در آرد به باغ، که خورشید را گرم گردد دماغ. بجوشم بجوشد جهان از شکوه، بجنبم بجنبد همه دشت و کوه. به جایی نخسبد عقاب دلیر، که آبی توان بستن او را به زیر. گر آنجا ز سر موی انگیخته است، به دینجا سر از موی آویخته است. اگر هست کوه شما تیغ دار، کند تیغ من کوه را غار غار. نه با بگویی اون بیت مو چی بود؟ گر آنجا ز سر موی انگیخته است، بکنم به شکل موی هندو داره اشاره میکنه. اگر در آنجا از سر تو هندوان یک مو از راه غضب راست و برانگیخته شود، در اینجا به شمشیر من آن سرها از تن جدا و به یک موی آویخته خواهد شد. یا آنکه اگر در آنجا سر سروران موی انگیز و گیسو دار است، هرگاه سر موی سرکشی کنند، در اینجا سرشان بریده می شود. سر بریده شده به موی از دروازه آویخته می شود. حالا خیلی قانع کننده نبود ولی خب نه قانع کننده نبود. بگو صادق. به نظرم کنایه از زنده بودن و مردم که اونجا هستن، میگه اونجا هر کسی یک سری هست توی سرها و همه اصلا زندگی میکنن، اگه امر رو اطاعت نکنم و میام سر رو میزنم. مثلا دوم که برای من اینجوری بدیهی به نظر میاد که اینجایی که من هستم یا در نزد بدین جایی در نزدیک من سر خیلی بها نداره، آدم کشتن برای خیلی ساده است. اونتا اون مثلا اولش خوده سوال انگیزه که احتمالا میخوا بگه به همون پیش پا افتادگی که جاهای دیگه مو از سر بیرون میاد، اینجا سر آدم آویزونه. آفرین. به همون اندازه عادیه که در جاهای دیگه مو از سر بیرون میاد، یه همچین چیزی. آفرین، این قابل قبول تر بود. آره بفهم. گر از بحر گنج آرم آنجا فریش، به مغرب زر مغربی هست بیش. فریش چیه؟ اون پایین رو نگاه کنیم احیانا حمله و اینا هست فکر میکنم. اماله فراش من رخت خواب موقع آه نیست دا. نه فریش کلمه فارسیه.
حمله و ایناست، حمله. آره حمله معنی میده، ولی ممال نیست، فارسیه. اوکی استاد دوباره مالید، استاد مالید بغل بغل به پا نمال استاد. بخون مستاق شاورو و خالفوه، یعنی باید مشورت کنیم با اون پاورقی و مخالفت کنیم هرچون برعکسش درسته. قوی تر میشیم با خوندن چیز. آره با جنگیدن با این پاورقی ها. آره فریش تاج و تاج و تارا تاخت و تارا چمره آوردن. در زمان کیدم من نگاه کنم تو دفاتر همون که سامان تلفظ میکنه درسته، منش دور کنم کید نوشته خیلی را پشت. بفهمید من تو رو بیشتر از ده خدا قبول دارم، میگم کید. گرم هست بر خوب رویان شتاب، به خوارزم روشنتر است آفتاب. جواهر نجویم در این مرز و بوم، که از این مایه بسیار دارم به روم. به هند آمدن تیغ هندی به دست، کباب ترم باید از پیل مست. مخور ابره هند بیاد من، که هندو تر از توست پولاد من. چو سر بایدت سر متاب از خراج، وگرنه نه سر با تو ماند نه تاج. فرستاده آمد به درگاه کید، سخن در هم افکند چون دام سید. فرو گفت با او سخنهای تیز، گدازان تر از آتش رستخیز. چو کید آنچنان آتش تیز دید، از او رستگاری به پرهیز دید. از او رستگاری به پرهیز دید، که خوابی در آن داوری دیده بود، ز تعبیر آن خواب ترسیده بود. دیگر که از جهانگیری شهریار، خبر داشت کورا سپهر است یار. گه کینه با شاه دارا چه کرد، ز حد حبش تا بخارا چه کرد. نه رای آمدش روی از او تافتن، نه رای آمدش روی از او تافتن. ز فرمان سوی فتنه بشتافتن، بدانست کورا در آن تاب تیز، چگونه ز خود باز دارد ستیز. به خواهش نمودن زبان برگشاد، بسی آفرین شاه را کرد یاد. که چون در جهان اوست هوشیارتر، جهانداری او را سزاوارتر. همی پمش پایه تخت بر ماه باد، هم آزرم را سوی او راه باد. نبوده است جز مهر او کار من، سبب چیست کاید به پیکار من. اگر گنج خواهد فدا سازمش، گر افسر هم از سر بیندازمش. وگر میل دارد به جان خوشم، به دندان گرفته به خدمت کشم. وگر بنده ای را فرستد زرا، سپارم بدو گنج و تخت و کلاه. ز مولایی و چاکری نگذرم، سکندر خداوند و من چاکرم. گر او نازش آرد من آرم نیاز، مگر گردد از بنده خوشنود باز. وگر باژگونه بود داوری، که شه میل دارد به کیناوری. ز پرخاش او پیش گیرم رحیل، نیاندازم این دبه در پای پیل. چون من سر بگردانم از رزم او، شود باطل از خون من عزم او. اگر رای دارد که کم گیردم، به پایم چه درد شکم گیردم. خیلی بیت سختی از نظرم، منظورش چیه؟ حالا باز باید خواهدتن پاورقی رو ببینیم دیگه. درد شکم و علتی ندارم که به جای دیگر بروم. درد شکم داشتن و درد دل داشتن مسئله است که هنوز در افواه باقی است. مثلا میگویند دلم یا شکمم درد نمی کند که فلان کار بیوز رو بکنم. اولو فکر کنم منظور سرم درد میکنه. آره. سرم درد میکنه. بابام به عنوان فحش میگفت شکم درد. مثلا به یکی آدم مزاحمی بود، مثلا فرض کن تو جاده میپیچی جلوش، مثلا گفت شکم درد. یادش گرامی. بسیم. یه نکته ای که حالا ممکنه دیگه، کلمه عظیمه به معنای چیست؟ سحر. با توجه به این حالتی که میگه چون من سر بگردانم از رزم او، شود باطل از خون من عزم او، میتونه این عظیمه رو هم در ذهن داشته باشه، چون باطل شدن توش داره. چجوری؟
اینم برای آیندگان و پروژه بگیرها بگیم که این دبه در پای پیل انداختن در واقع مانور فیلا بوده دیگه، یعنی برای آموزش آدم کشی در میدان جنگ، یا به روایتی برای نترسیدن از سر صدا، هر دوشو من خوندم. تو مانور در واقع دبه پیش پاشون مینداختن، مثلا هم هست زیادم به کار میره. شاید این معنی توش نهفته باشه که اگه من بخوام مثلا با تو به جنگم، صرفا یه کار را بنداز جنگ بعدی تام، یعنی آموزش تو هم واسه جنگ بعدی کاربردی ندارم. چه جالب. دبه کردن و دبه در آوردن اینو از اینجا میاد؟ ایده ای ندارم، ببینیم. میبینم از توش مقاله در میاد. آقا یادته این دبه جلوی فیلو انداختن رو کجا خوندی؟ نه خوندیم اینو؟ نه من از سامان دارم میپرسن. آره تو شعر که زیاده، یعنی شما مطمئنن اگه دبه و فیلو توی اینجور سرچ کنید زیاد میبینید، چون مسئله کاملا احتمالا تو فرهنگ اشارات میسا، حالا من حضور ذهن ندارم، چند وقت پیش خوندم اونجا هست صد درصد. مرسی. ولی این بیت اگر همین درد شکم رو من هیچ جوری برام جا نمیفته دقیقا شون خاطر من تصابه هم اینه که ببخشم. میگه که خلاصه میگه تحمل میکنم دیگه، شکمم که درد نمیگیره. آها درسته، یعنی میگه میپایم دیگه. ها بهتره دیگه بپایم دیگه، مثلا آره چه بلایی سرم میاد، میپایم دیگه. آره دیگه بپاییم دیگه. اوکی کلا میخواد بگه بپایم، بپایی یا بپایم. باشه ادامه بده. گر آرد سپه پای من لنگ نیست، دگر سو گریزم جهان تنگ نیست. ولی گر کند عهد با من نخست، به شرطی که آن عهد باشد درست. که نارد به من قدر و غارتگری، و زین در به یک سو نهد داوری. دهم چار چیزش که بی پنجمند، به نوباوگی برتر از انجمند. یکی دختر خود فرستم به شاه، چه دختر که تابند خورشید و ماه. حالا گفتم من واسه دختر نمیام، وگرنه تو خارز دختر خوشگل زیاده. بگو علی اگه درست یادم مونده باشه، شاهنامه اینجوری بود که اصلا از اول اسکندر میگفت آقا این چهار تا چیزو بفرست وگرنه من حمله میکنم. آره چهار تا ازش خواسته بود. یکی دختر خود فرستم به شاه، چه دختر که تابند خورشید و ماه. دوم نوش جامیز یاقوت ناب، که زو کم نگردد بخوردن شراب. سوم فیلسوفی نهانی گشای، که باشد به راز فلک رهنمای. چهارم پزشکی خردمند و چست، که نالندگان را کند تندرست. بگو امیر حسین. باشه این توی شاهنامه اون تکه بود که یه سری اشیاء میفرستاد بعد اسکندر اونها رمز گشایی میکرد. بله آه. جامش هم شراب نبود، آب بود. آبش هرچی میخوردی تموم دوباره پر میشد. آره. بدین تحفه شهر را شوم حق شناس، اگر شه پذیرد پذیرم سپاس. فرستاده پذرفت که این هر چهار، اگر تحفه سازی بر شهریار. در این کشورت شاه نامی کند، به پیوند خیشت گرامی کند. ز نام‌آوران برکشد نام تو، نتابد سر از جستن کام تو. چیز بی ربط و کم ربط هم بگم، این تحفه دادن به کسی مصدرش میشه اتحاف. ولی آقای حسن انوشه مترجم کتابی که من دارم الان میخونم این روزا به اسم ایران در سپید دم تاریخ، مال اون آقای کامرون که انوشه ترجمه کرده، مدام از این فعل استفاده میکنه که مثلا شیلهاک مثلا فلان پادشاه مثلا ایلامیان فلان چیز رو به فلان ایزد اتحاف کرد، فلان کس فلان چیز رو اتحاف کرد، این جماعت این چیز رو اتحاف کرد. این تحفه دادنه. بد سلیقه است آیا انوشه، خیلی زشت. آره برحال یه نتنزه آیا انوشه نمیدونم.
تحفه اتفاقا اخیرا انسان. فوت شد دیگه اگه اشتباه نکنم، چه؟ اخیرا فوت شد فکر کنم، خداش بیاموزه. نه فکر من کنم. تو تحفه نتنز داشتم فکر میکردم. آها از اون لحاظ از اون خیلی جهت دیگه تیکات خیلی پیچیده سنگین شدن، باید چیز کنیم، تحت تاثیر خاقانی هستی. ادامه بده. فرستاده پذرفت که این هر چهار اگر تحفه سازی بر شهریار، در این کشورت شاه نامی کند، به پیوند خیشت گرامی کند. ز نام آوران برکشد نام تو، نتابد سر از جستن کام تو. چو هندو ملک دید کان پاک مغز، ندارد بدین کار در پای لغز. ز پیران هندو یکی نامدار، فرستاد با قاصد شهریار. بدین چرت پیمانی انگیخته، سخن چرب و شیرین برامیخته. فرستادگان بازگشتند شاد، همان قاصد پیر هندو نژاد. سوی درگه شهریار آمدند، در آن باغ چون گل به بار آمدند. چو هندو سراپرده شاه دید، مه خیمه بر خیمه ماه دید. در آمد زمین را به تارک برفت، پیامی که آورد با شاه گفت. چو پیشین پیغام ها گفته شد، سخن راند از آنها که پذرفته شد. صفت کرد از آن چهار پیکر به شاه، که کس را نبود آنچنان دستگاه. دل شه در آن آرزو جوش یافت، طلب کرد چشم آنچه در گوش یافت. به عزمی که آن تحفه آرد به چنگ، نبود از شتابش زمانی درنگ. پس آنگاه با هندوی نرمگوی، به سوگند و پیمان شد آزرم جوی. بلینات را با دگر مهتران فرستاد، و سربست گنجی گران. یکی نامه کلماس را موم کرد، همه هند را هندوی روم کرد. نبشت از سکندر به کید دلیر، ز تند اژدهایی به غرنده شیر. فریبندگی ها در او بیشمار، که آید نویسندگان را به کار. بسی شرط بر عذر آزرم او، برانگیخته با دل گرم او. چون نام نویس این وثیقت نوشت، مثالی به کافور و انبر سرشت. بلیناس با کاردانان روم، سوی کید رفتند از آن مرز و بوم. چو دانای رومی در آن ترک تاز، به لشکرگه هندو آمد فراز. دل کید هندو پر از نور یافت، ز کیدی که هندو کند دور یافت. پرستش نمودش به آیین شاه، که صاحب کمر بود و صاحب کلاه. کید دوم رو معنی هیله آورده. بگو علی. من از اولش توی منتظر این بودم که نظامی کی با معنی کید بازی میکنه. بالاخره نتونست. تو بیت اول هم آورده بود دیگه، هم اولین جایی که اسمش آورد این بازی رو کرد. دقت نکردم اونجا. با رای هم چند بار بازی که من نخواستم بگم دیگه، چون رای هم اون چیزای خردمندان هندن اون اوائل که چیز شد هی با رای رای بازی میکرد. ولی میگه زکیدی که هندو کند، یه خورده تو سر هندی هم زده اینجا. ولی این بازی که با کیدو چیز میکنه که خب خیلی ساده است، ولی یه بازی کرد گفت تیغ من از تو هندو تر است، اون خیلی باحال بود. آره من از اون خیلی حال کردم، اصلا بدیهی نبود. تیغشو گفت یا سپرشو گفت؟ زرهشو گفت؟ نه تیغشو گفت. آره گفتی خواهم هندو تره، همه رو قارقار میکنه. آره خیلی باحال بود. برو بشین سر جات. حالا من اگه بخوام چیزی هجوم بگم بعدا به میخندن، ولی یه کاری دیگه هم کردین وسط ها. من پیر هندی رو آدم به یاد پیل هندی میفته. از این کارا مکالا میکنم به فکر خود نزانیم. آفرین. من از این چیزا به ذهنم میاد. نگرفتم کجا رو میگی؟ هلندش اگه ژاپنی باشه. پیر هندی کجا گفته بود؟ پیر هندی کجا؟ من بالاتر پیر هندی داشت که پیر هندی. آره من پیل هندی به ذهنم میاد با پیر هندی. حالا که گفتی، حالا که گفتی اینم بگم، من امروز فهمیدم به این میگن ایهام تبادر. همینجوری نزدیکن به هم ها، یعنی اونو به ذهن متبادر میکنه. کجا بود؟ چه بیتش کجا بود؟ دارم میگردم بیت آخر یا یکی مونده به آخر صفحه، دو تا صفحه قبل اینجاست. بیت دوازده همان قاصد پیر هندونژاد.
یکی دوازده پیران هندو. آها اینجا همون قاصد پیر هندو نژاد بالا هم داره زه پیران هندو یکی نامدار. آره میدونی خیلی خب شاید هم ناخودآگاه بوده دیگه، ولی جالبه دیگه، کار میکنه دیگه، حالا که خود نظامی هم این فکر نکرده این داره کار میکنه. عالی. خب پرستش نمودش به آیین شاه، که صاحب کمر بود و صاحب کلاه. ببوسید برنامه و پیش برد، کلید خزانه به هندو سپرد. البته میدونیم که تلفظ قدیمیش کلید بوده، بازی بازی با کلید و کید هم میشه. کلید خزانه به هندو سپرد. فرو خواند نامه دبیر دلیر، که از هیبت افتاد گردون به زیر. آقا دبیر دلیر هم ایهام تبادره دیگه. فکر کنم از زمانی که به این موضوع توجه کردیم الان این تا ایهام تبادر هم پیدا خواهیم کرد. دهنش سرویس واقعا. الان روم و موم. خب ادامه بده. رسیدن نامه اسکندر به کید هندو. چنین بود در نامه شاه روم، به لفظی کزو گشت خارا چو موم. پس از نام دارنده مهر و ماه، که اندیشه را سوی او نیست راه. خداوند فرمان و فرمانبران، فرستنده وحی پیغمبران. ز فرمان او زیر چرخ کبود، بسی داده بر نیکنامان درود. سخن رانده آنگه که ای پهلوان، که پشتت قوی باد و بختت جوان. بران بود رایم که عزم آورم، به کوپال با پیل رزم آورم. نمایم به گیتی یکی دست برد، که گردد ز کوپال من کوه خورد. به هندوستان در زنم آتشی، نمانم در آن بوم گردن کشی. کمند افگنم در سر جند پیل، ز خون بیخ رویین برآورم ز نیل. ز خون بیخ رویین. بگو سامان تلفظش چیه؟ چی دارم میخونم؟ رویینه. این واسه رنگ قرمز به کار میبرن دیگه، ولی همون روناس فکر کنم. نکته جالبش اینه که من همیشه دیده، یعنی رویین رو دیدیم که در بیاب. نکته اینه که چون از ریشش میگیرن، این خیلی هم کامل به کار برده، نه فقط رویان نگفته، خیلی دقیق درباره ریشه رونا صحبت کرده. بیخ رویان، بیخ رویان در آورم ز نیل. را بریم پاورقی چی گفته استاد؟ این را میدونه یه چیز دیگه. نیل هم دقت کنید، آبی هم هست ها. آره دیگه. ببخش مخالفم، توی متون قدیمی سیاهه، اون آبیه که سیاه فرد میشه. این آبی سیاهه خیلی هم شبیه روی هندیه دیگه. و فکر کنم نیلم مال هنده. درسته. نه من یه لحظه داشتم به رود نیلم فکر میکردم، بعد دیدم من دارم چرت فکر میکنم. و این هم فقط معنی گیاه نیل میده. من فکر میکنم دو تا معنی میتونه بده، ولی فکر نمیکنم مثلا رود اینجا یه تصویر دومی بسازه. یکم برو بالا علی. کمند افگنم در سر جند پیل، ز خون بیخ روین برآورم ز نیل. همه خاک او را به خون تر کنم، همان آب را خاک بر سر کنم. چو تو روی در آشتی داشتی، انان بر نپیچیدم از آشتی. به شیرین سخنهای جان پرورت، خداوند بودم شدم چاکرت. دلم را به زنهار زه بر زدی، به جادو زبانی گره بر زدی. ببخشید. ببین میگه که حالا داریم دیگه چیز میکنیم، منم به این کار وادار کردید دیگه. ببین اون پایین که میاد در مورد آب صحبت میکنه، خود به خود نیل هم بالاخره آدم رو یاد یه روده دیگه برد. رود نیل. آره دقیقا. آره. من الان یعنی داشتم نگاه میکردم آب رو دیده بودم، فکر کردم مرسات اون رو خونده. میدونی یعنی واقعا تداعیه عجیب غریبی تو ذهن آدم میکنه، یه بازی های خاصی میکنن این کلمات در کنار هم، خیلی عجیبن واقعا. بگو ببخشید، خیلی ما دارم حرف اضافی میزنم، بفهمید. ولی واقعا از این ویژگی نظامی که اون بیماریه رو نداره که مثلا چون آب و خاک اومده حتما باد و آتش هم بیاره، دمش گرم. اگه می آورد من
یونس بزن. قشنگ شکنجه ای تو بود. همین جای تشکر ویژه داریم ازش. سب کن ببینم آتش رو اونجا آورده بیتر اول، خاک آتش آب بره. یه بادم پیدا کنیم یا هوا، کارمون تمومه دیگه. ببین آتش و خاک آب رو داریم. نه همونجا بود، همونجا بود، رد شدی، رد شدی. همونم خواستم ببینم، خواستم ببینم بیت قبلیش باد نبوده. ولی خب به هر حال حداقل خلاقیت داره دیگه، یعنی آره حتی اگه بادی هم پیدا کنیم توش رو اعصاب نیست دیگه، یه خلاقیتی داره. آره یه تشکر کرد مهزادی مثلا دیگه بکنه. آره چطور روی در آشتی داشتی، انان بر نپیچیدم از آشتی، به شیرین سخنهای جان پرورت خداوند بودم، شدم چاکرت، دلم را به زنهار زه برزدی، به جادو زبانی گره برزدی، چنان کن. این گره زدن در جادو هم که چیز دیگه، جزء بیساشونه مخواد، یعنی چیزای خیلی روتینشونه، نخو گره میزنن و فوت میکنن بهش. در قرآن هم اشاره شده من شر نفاثات فی العقد، دمندگان در گره ها، جادوگرا. چنان کن که این عهد نیکونمای، در ابنای ما دیر ماند به جای، گران چار گوهر فرستی به من، کنم با تو عهدی در این انجمن، که گر هفت کشور شود پرسپاه، نگردد ز ملک تو موی تباه، به هر نیک و بد با تو یاری کنم، بدین گفته ها استواری کنم. فرستادو چون نامه بر کید خواند، درود فرستنده بر وی رساند، ز افسون و افسانه دلنواز، در جادویی ها برو کرد باز، ز کید و فسون های جادوی او، شده کید یک بار هندوی او، شنیدم که جادوی هندو بسیست، نخواندم که جادوی هندو کسیست. چو لختی سخن راند بر جای خیش، ره آورد آورده آورد پیش، دل کید هندو داشت دل کید هندو برآمد ز جای، جهانجوی را شد پرستش نمای، بسی کرد بر شهریار آفرین، که بی او مبادا و زمان و زمین. فرستاده کاردان را نواخت، زمان خواست یک هفته تا کار ساخت، چو شد هفته و کار شد ساخته، بسی چنده از کار پرداخته، به فرمانبری شاه را سجده برد، پذیرفته ها را به قاصد سپرد، جزان چار پیرایه ارجمند، گران مایه های دگر دلپسند، ز گنج و زر و زیور و لعل و در، بسی پشت پیلان ز گنجین پر، ز پولاد هندی بسی بارها، ز عود و ز عنبر به خروارها، چو کوه رونده 40 جند پیل، 40 جند پیل، که نگذشتی از نافشان رود نیل، سپیل سپید از پی تخت شاه، که از ایشان شدی روز دشمن سیاه، بلیناس را نیز گنجی تمام، هم از مشک پخته هم از عود خام، پریدخت را در یکی مهد عود، که مهد فلک بردی او را سجود، روان کرد با این چنین گنج ها، جهان برده بر هر یکی رنج ها. بلیناس از اینسان زر و زیوری، که بودند هر یک به از کشوری، به نزد جهانداور خیش برد، جهانداوری بین که چون پیش برد، چو شه دید گنج فرستاده را، چهار آرزوی خدا داده را، بدان گنج ها آنچنان شاد شد، که گنجینه رومش از یاد شد، فگند آزمایش بدان چار چیز، چنان بود کو گفت و زان بیش نیست، چو در آب جام جهانتاب دید، ز یک شربتش خلق سیراب دید، چو با فیلسوف آمدن در سخن، خبر یافت از کارهای کهن، پزشک مبارک چو برزد نفس، ز تن برد بیماری از دل هوس. بگو علی؟ اینجا انگار جامه باز آب توش دیگه، شراب نیست، چو در آب جام جهانتاب دید. درست میگم؟ بگو دوباره، من متوجه نشدم اصلا. بیت هم اولش گفته بود که یه جامی داره که شراب هرچی ازش میخوری تموم نمیشه. آره
الان که داره به همون جام اشاره میکنه، میگه چو در آب جام جهان داب دید، یک شربتش غرق سیراب دید. خب ولی یادمون باشه دیگه، آب و شراب رو به جای هم به کار میبریم. مطلق نوشیدنی مثلا برای شراب. چو در آب جام جهان تاب دید، یک شربتش غرق سیراب دید. آره فکر کنم. حالا ببینیم باز میگه شراب. آره این که سامان خون درسته، من اشتباه خوندم. چو در آب جام جهان تاب دید، آبی که داخل جام، ز یک شربتش خلق سیراب دید. دست در نکن. چون نوبت بدان گنج پنهان رسید، ز هندوستان چینی آمد پدید. از آن خوب تر دید کندازگیر، صفتهای او را کند دلپذیر. گلی دید خوشبوی و نادید گرد، بهاری نیازرده از باد سرد. پری پیکری چون بت آراسته، پری و بت از هندوان خواسته. دهن تنگ و سرگرد و ابرو فراخ، رخی چون گل سرخ بر سبز شاخ. به شیرینی از گل شکر نوشتر، به نرمی ز گل نازک آغوشتر. جانم نازک آغوش چه صفت زیبایی ساخته. بگو امیر حسین. سرگرد یعنی چی؟ سرش گرد بوده دیگه. خب یعنی چی؟ سر غیر گرد هم مگه داریم؟ آره سر مثلا پروازی، پخ بیزی، پخ بیزی، انواع سرها داریم. درسته، ولی خب دیگه خیلی دیگه باید خیلی دیگم معیار خیلی چیپیه دیگه سرگرد باشه دیگه. شاید سوری میگرد بوده ولی تو بعضی خیلی کارتش پایینه که طرف سر... اوه سرش هم گرده. نمیدونم دیگه چه بوتایی تا قبل از اون تو دستش بودن که سرگردی واسش دغدغه بوده. خب بخون. به شیرینی از گل شکر نوشتر، به نرمیز گل نازک آغوشتر. گره بر گره چین زلفش چو دام، همه چینیان چین او را غلام. چو آهو به چین مشک پرورده بود، قرنفل به هندوستان خورده بود. نگیسو که زنجیری از مشک ناب، فروهشته چون ابری از آفتاب. از آن مشک بو ابر گل ریخته، مه از سنبله سنبل انگیخته. چهار تا غزل هم میگفتی آقای نظامی دیگه، تو که این کاری حیف نیست. شاید هم گفته ما خبر نداریم. بران گونه گندمی رنگ او، چو مشک سیه خال جوسنگ او. نموده جو از گندم مشک سای، نه چون جو فروشان گندم نمای. مهی ترک رخساره هندو سرشت، ز هندوستان داده شهر را بهشت. نه هندو که ترک خطایی به نام، به دزدیدن دل چو هندو تمام. ز رومی رخ هندوی گوی او، شه رومیان گشته هندوی او. شکرخنده ای راست چون نیشکر، لطیف و خوش و سبز و شیرین و تر. نگاری بدان خوبی و دلکشی، به گوهر هم آبی و هم آتشی. بگو زمان. این هندوی گویم که گفت، با توجه به اینکه بالاخره یاقوت و غیره همه این سنگ های قیمتی هند مشهوره، ضمن اینکه زبان هندیه، شاید یه اشاره هم توش به مثلا پستان اینم هست. ایول او ایول اون میز پدر سوخته یاد نوریزاده افتادم من، ببخشید. خب چو شهدید در پیش باز آمدش، عروسی چنان دلنواز آمدش. به آیین اسحاق فرخنیا، که از او یافت چشم خرد توتیا. تراز عروسی بر او بست شاه، پس آنگه منش را به دو داد راه. دوگری اسحاق فرخنیا منظورش چیه؟ اسکندر از نوادای اسحاق بوده؟ اسحاق فرخ نیا خیلی باحاله.
فامیل معاون اول اسکندر بوده. فکر کردم داری به حرف ابوالفضل میخندی. نه اونم جدا خندیدم، کلا الان من دارم با صدای بلند 30 ثانیه میخندم، همینجوری ملت خلاقیت دارم میذارم. خب من تازه کامنت ابوالفضل دیدم. اوکی ابوالفضل خیلی فکرت خرابه واقعا، در حد یارو که پای حلاج و بریدن و اینا. فیلتر هم نداره دیگه، یه فیلتر لازمه بگم. باید جواب بدم به مرزا، تو خوبی. مرسی سامان، مرسی. آقا اینکه میگه پسانگه منش را به دوداد را، هم باید یه ایهام تبادری توی منش هست که دیگه میتونی بهش بکنین دیگه. بعد بلافاصله به نزل سپهدار هندوستان ادامه اون ایهام تبادری، اگه فکرتون زنده باد. آره بین منش و نزل. به نزل سپهدار هندوستان بساطی برآراست چون بوستان، جواهر به خروار و دیبا به تخت، پلنگین خرگاه و زرین تخت. آفرین. ز تاج مرصع به یاقوت و لعل، ز تازی سمندان پولاد نعل. باشه ببخشید یه لحظه دستان از در اومدن در ببندم، ببخشید یه ثانیه. اون پلنگینه هم در انتهای ایهام تبادر میتونه بیا، حالا که در تبادر بازه همه چی رد کنیم. خرگاه هم بد نیست، اونم میشه تبادر. آره اصلا دقیقاً ببین خروار رو که میاره با پلنگ میاره دیگه، یه رابطه هم بین پلنگ و خر هست دیگه. جدی میگم ز تاج مرصع به یاقوت و لعل، ز تازی سمندان پولاد نعل، ز چینی غلامان حلقه به گوش. بگم میرسه میخوای یک ساعت زودتر برنامه رو اجرا کنیم از هفته آینده؟ ادامه بده. باید حتما سامان و عفظ باشن، حتما نباشن. ز چینی غلامان حلقه به گوش، ز رومی کنیزان زربفت پوش، از آن بیش کارت کسی در ضمیر، فرستاد و شد کید منت پذیر. جهان خسرو اسکندر فیل قوس، ز پیوند آن ماه پیکر عروس، براسود کل حق بوتی نغز بود، همه مغز و پالوده مغز بود. چو انگشت بر صحن پالوده راند، ز پالوده انگشتش آلوده ماند. نسفته الله الله، نسفته دوری ناشکفته گلی، همایی برو فتنه چون بلبلی، گل از قنچه خندید و در سفته شد. سخن بین که در پرده چون گفته شد. والله آقای نظامی خیلی هم در پرده نبود، زحمت کشید واقعا. جهاندار چون از جهان کام یافت، در آن جنبش از دولت آرام یافت. جنبش و آرام و فرستاد از آموزگاران کسی، به استخر و کرد استواری بسی. نبشتان سخنها که بودش مراد، ز پیروزی مرز مشکین سواد. که کاران چنان شد به هندوستان، که باشد مراد دل دوستان. ز کین خواهی کید پرداختم، چو شد دوست با دوست در ساختم. به قنوج خواهم شدن سوی فور، خدا یار بادم در این راه دور. ببینم که از آنجا چه پیش آیدم، مگر کار بر کام خیش آیدم. تو ای نایب ما به هر مرز و بوم، ز دریای چین تا به دریای روم. جهان را به پیروزی آواز ده، ز ما مژده خرمی باز ده. سپاهی و شهری و برا و پیر، دعاخواه و دانش ده و سپاهی و شهری و برنا و پیر، که از ملک ما هستشان ناگزیر. آقا این هفته مجبور شدم توی انجمنی که توی ایلام داریم به دوستان بگم آقا اگه این ویدیوهای ما رو موقع شنیدین و دیدین که خودم یا دوستان ما میگیم برنا، نخندین بهمون. براشون توضیح دادم که قضیه برنا چیه. خلاصه سپاهی و شهری و برنا و پیر، که از ملک ما هستشان ناگزیر.
دل هر یکی راز ما شاد کن، دعا خواه و دانش ده و داد کن. نبشت این چنین نامه از هر دری، فرستاد پیکی به هر کشوری. عروس گرانمایه را نیز کار برا راست، تا شد به یونان دیار. سپه دادش از استواران خیش، همان استواری زهد کرد پیش. به پایین آن مهد پیرای سنج، فرستاد چندین شتربار گنج. دگر گنج را در زمین کرد جای، نمونش نگه داشت با رهنمای. به دستور دانا وثیقت نوشت، که از دانش و داد بودش سرشت. خبر دادش از جمله نیک و بد، ز پیروزی نیک خواهان خود. به فارغ دلی چون برا سود شاه، سوی فوریان زد در پار در بارگاه. ره و رسم شاهان چنان تازه کرد، که هندوستان را پرآوازه کرد. به داد و دهش در جهان پیفه شد، بدین دست برد از جهان دست برد. می نوش میخورد بر یاد کی، چو شاهان این دور بر یاد وی. بگو امرسه. کلمه فور و فوری رو که میشنوم پیوسته جلسه استیضاح عطا مهاجرانی یادم میاد. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا یکی از اصولگرایان اون موقع که الان دیگه اسمی ازش نیست، نماینده شیراز بود به نام دکتر نجاور. خب بعد لهجه شیرازی هم داشت. بعد اومده بود پشت من داشتم گوش میکردم به صورت زنده. خیلی دیگه جلسه استیضاح عطامهاجرانی خیلی ایونت مهمی بود دیگه در اون دوران. بعد اینجوری داد میزد میگفت شما با کی کار، از کی حمایت میکنی؟ از بهرام بیضایی، احمد شاملو، او منقلی فوری. بعد همین، من هر وقت کلمه فوری رو میشنوم یاد اون رفت. منقلی فوری منظورش چی بود؟ احمد وافوری. یعنی وافوری. من فعلا نشده بودم این اصطلاح رو این شکل. نجابت بود یا نجات؟ منقلی فوری ها؟ یا نجابت بود یا نجات؟ نجابت شیراز بود که من واسه اینکه علی خسته نشه من نمیگم، ما نمیگیم، میگفتن اون موقع نجاست بهش. یادم تو نقاشی های تو کاریکاتورای گل آقا هم همیشه کنار مثلا با هنر این خیلی کوچولو وایساده بود. این توی چیز هم سال 94 هم مرده. آره توی خود جلسه رأی اعتماد اول دولت خاتمی هم این یه نطق خیلی تندی کرد. بعد خیلی هم وسطش دیدم چرا فوش داد به سروش. سروش اون وسط کاره اینا. آره آره یادمه. آره بعد اون موقع روزنامه سلام این یه ستون الو سلام داشت که مثلا ملت زنگ می‌زدن. رسالت هم تازه اومده بود، یه ستون مثلا پیام‌های مردمی باز کرده بود. من زنگ زدم روزنامه رسالت، گفتم که آقا این آقای چیز نباید توهین میکردن به دکتر سروش، حالا مجلس باید اجازه بده که سروش بیاد تو صحنه علنی از خودش دفاع کنه. بعد یارو که پشت تلفن بود شروع کرد با من دعوا کردن. اصلا تو نباید گوشی رو برداری، باید پیغامگیر باشه، این هم چاپ کنی تو ستون، تو نباید باید مباحثه کنی. که دکتر هم بود اول من. آره این نجابت از قدیم با مهاجرانی آخه مهاجرانی اول انقلاب نماینده شیراز بود تو مجلس. آره بعد مثلا اینا خودشون ادامه دا داشتن تو شیراز، این از طرف با دستگی و مسکی خیلی خوب بوده، از به خلاصه همونجا تور کرده بوده دیگه. آره خلاصه به نفوذ چیز از شیراز شده بود نماینده مجلس، خیلی به اینا فشار اومده بود دنبال فرصت. مثلا این خاطره خنک من تعریف کنم، هر وقت کلمه فور رو میشتم یاد اون دادی که اون زنده اصلا من آره شاملام زنده بود دیگه اون موقع. آره بکن احمد شاملو او منقلی فوری. خب ولی ادای لهجه شیرازی در نیار. علی بعدا در میاد.
ولی اینجاش جا داشته امیر حسین زنگ بزنه بگه آقا باید وقت بدید به شاملو بیاد صحنه از خودش دفاع کنه. کاری کردید. آره واقعا. آقا تا سر همین چیز باشه دیگه که چیز کنیم دیگه. دست در نکنه. دست در نکنه. مرسی مرسی. خواهش میکنم گوشتون در نکنه. من یه چیز کوچولو بگم. الان یه سرچی کردم همینجوری که میخوندیم درباره این شعری که این بیتی که چو آهو به چین مشک پرورده بود، قرنفل به هندوستان خورده بود. این ترکیب مشک و قرنفل کنار هم خیلی زیاده. حالا شکل قرنفل رو دیدید دیگه، گل قرنفل ما بچه بودیم خیلی بابا میکاشت توی باغچه، شبیه این گوگولی گوگولی های جعد زلف دیگه. ولی اینکه چرا این دوتا رو هم و کنار هم آوردن، توجه هم جلب شد به یک رباعی که ظاهرا بیدل خودش ادعا میکنه اولین شعریه که در کودکی گفته. میگه که یارم هرگاه در سخن می آید، بوی عجبیش از دهن می آید. این بوی قرنفل است یا نکهت گل یا رایحه مشک ختن می آید. به نظرم ترکیب شکل و بوه واسه قرنفل، مشک هم که ترکیب رنگ و بوه، یعنی واسه همین این دوتا رو واسه زلف کنار هم زیاد می آوردن. جالب بود. اون مصرع اول شو دوباره بخون. چو آهو به چین مشک پرورده بود، قرنفل به هندوستان خورده بود. مشک که مال چینه؟ بیدل منظورم بود. آها بیدل. آره. یارم هرگاه در سخن می آید، بوی عجبیش از دهن می آید. یه شعری هم بود مال کی بود میگفت یارم. یه شعری بود میگفت یارم چو به حرف می آید، آفتاب است و برف می آید. مال که از این هندی ها بود باز. او علی جواب خیلی خیلی کنم طالب عمولی یا این اینا فارسی زبان دومشون بوده یا یعنی اینکه دیگه نسل انومشون فارسی زبان مادریشون بوده؟ نه زبان مادریشون بوده. چرا فکر کردید زبان دومشون بوده؟ نه همین هم میپرسم زبان مادریشون شده بوده. نه زبان ادبی که بوده دیگه. نه میخوام بگم بعضی اوقات وقتی با زبان غیر مادری شعر میگی چون از بیگونه دقیقاً کار عجیب غریبی میکنه که به ذهن ممکنه اون کسی که نیتیو اصلا نرسه و احتمالاً مثل همین نظامی دیگه. آره یه حساب سرانگشتی میکردیم اخیراً، شاید هم اشتباه باشه البته، ولی همینجوری سرانگشتی تعداد غزلیات بیگل رو با طول سالهایی که شعر میگفته متوسط روزی مثلا 6-7 تا غزل گفته متوسط. یعنی مثلا اگه یه هفته نگفته هفته بعدش روزی مثلا 30 تا گفته. بعد غزل در حد این غزلیات بیدل که هر کدومش باید بشینی مثلا اینجوری باز کنی. این چی بوده این لعنتی؟ خیلی موجود عجیبی بوده. خیلی خیلی. و با اون کتاب نثر عجیب غریب بلندی که فکر میکنم 4-5000 صفحه است، حالا حدسی دارم میگم، کتاب خیلی بزرگیه که خاطراتشه یا زندگی نامشه و بسیار ادبیه. از این قبایل ترک چیز بوده دیگه، ترکان نمیدونم چشی جغتایی، یعنی هندوی، از این اقوام چشم تنگی که مسلمون شده بودن و به هندوستان حمله میکردن بوده. نمیدونستم. من الان دارم نمیتونم چیزش کنم. آره تعداد غزلیات شما تو گنجون نگاه کردم عجیب غریب بود. بگم 3-4 هزار تا غزل داره. آره و چقدر ربایی، ربایی درخشان. یه ربایی داره که یه که بذار سرچش کنم. ۲۸۲۷ غزل داره توی چیز، فکر میکنم مثنوی دو... میگم مثنوی دیوان شمس 2200 هست فکر میکنم، یعنی 600 تا هم بیشتر از چیز مولوی. بعد تو میگی در سن پایین هم فوت کرده احتمالا. ها بری نه بذار اون رو برو پیدا کنم.
نسبت زمان خودش فکر نمی کنم فیلم کمی مرده باشه. 60 سال. 59 سال. آره خیلی هم حالا عمر استثنایی هم نداشت. تا رباعیو پیدا میکنی اینم بگم که واسه خودم جالبه، شما تحمل کنید، فرنگی سخن نوشته که این قرنفل معرب از یونانیه، ولی یه باور قدیمیه که نمیدونم درسته یا نه، هر کدوم اینا باور بر این بوده که این از هندی میاد، از کرنپول، از اون پهای هندی پی اچ، کرنپول به معنای گل گوش، میگه این گوشاشونه که سوراخ میکردن واسه اینکه سوراخ بسته نشه قرنفل توش نگه میداشتن. اون ربایی اینه، میگه در پرده هر ریشه چمنسازی هست، در هر بالی کمین پروازی هست، چون ماه نو از وهم نگردی باریک، در جیب کلید تو در بازی هست. عجب. باید چیز کنی برای اساسا نشه کنی برای اساسا بیری تو کارش در جیب کلید تو دیگه. نه جیب من فکر کنم جیبه به همین معنی امروزیش. بخون باز. در پرده هر ریشه چمنسازی هست، در هر بالی کمین پروازی هست، چون ماه نو از وهم نگردی باریک، در جیب کلید تو در بازی هست. من کلید روی کسی میرم که جیب داره، تو جیبش یه در بازی هست. مثل ریشه که در پهلوش چمنزاری هست. آره حالا ولی خیلی روای عجیبی کردن. مثال دومش خیلی واسه من دست شما درد نکنه. امشب پاقامی داریم یا فردا داریم؟ امشب داریم، فردا هم داریم، هر شب داریم، هر شب امشب خواهانی، هر شب خواهانی، شبت خوش بسر. خب بریم بخونیم.